سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر بارانی و کمی هم برفی واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود. در ساعت پیش رو میپردازیم با آنچه که در عرصه ایران و در عرصه منطقه‌ای و بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. محور خبرها در ارتباط با ایران این روزها پیامدهای برنامه اتمی جمهوری اسلامی و تمدید مذاکرات میان نمایندگان جمهوری اسلامی و 5+1 است برای 7 ماه دیگر. پیامدهای این موضوع برای ایران و مردم ایران چیست؟ آیا برنامه اتمی حکومت فقیه در ایران برنامه ایست ملی و به سود مردم ایران؟ چرا توافق میان تهران و 5+1 حاصل نمی شود؟ چه جناهایی در ایران از وضعیت موجود بهره می برند از وضعیت تحریم ها؟ و چه جناهایی خواستار گشودن درهای ایران به روی بازار جهانی هستند؟ پرسش ها در این زمینه بسیار است. در میان می‌گذاریم با آقای مازیار شکوری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در ترکیه، و آقای بهروز قاسمی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در اکسفورد، انگلستان. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای قاسمی سلام به شما. سلام جناب چالنگی، خیلی خوشحالم بار دیگه در خدمت شما هستم. واسه خوشحالی ما هست که در این برنامه با ما و بینندگان هستید. آقای شکوری گرامی، باز سلام و درود به شما. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم شما و بینندگان شنوندگان گرامی. اشاره آقای شکوری به این هست که میتونید صدای برنامه ها رو نیز روی امواج رادیویی بشنوید. به طور همزمان این رو روی وبسایت جزئیات بیشتری داره، وبسایت ایران فرد. آقای قاسمی، مذاکرات اتمی در وین به نتیجه نرسید، به نظر شما چرا؟ ببینید، این من بیشتر از جنبه اجتماعیش رو میتونم برای شما صحبت بکنم. این مذاکرات باید به نتیجه میرسید تا یک بحرانی از سر کشور دور بشه، اما اینطوری به نظر میاد یا به نظر اومد که چنین اراده قوی برای اتاق فکر آقای خامنه ای و اتاق فکر سپاه پاسداران وجود نداشته. اینا تصورشون بر این بوده که خب از یک حد اقلهایی تونستن استفاده بکنن و به هر حال شرایط رو به گونه‌ای پیش ببرن که اون تهدید اصلی و جدی رو خونسا بکنن، اما تصور نمی‌کردن که این مقدار بخواد طولانی بشه یا جدی باشه این تحریم‌ها و این تحریم‌ها به این شدت فلج کننده باشه. من میخوام روی بخش دیگه‌ای که شاید چون حالا برنامه‌های رو شما رو بیننده‌های عزیز شما هم می‌بینن و اون هموطنایی که اینو برنامه رو معمولاً دنبال می‌کنن به هر حال یک اطلاعات عمومی دارن، شاید یه مقدار جنبه های متفاوتی رو سعی دارم تو این برنامه خدمت شما عرض بکنم. ببینید، من به برنامه رادیو تلویزیون خود ایران دقت میکنم. در این روزهای اخیر اون چیزی که در برنامه رادیو تلویزیون داره دیده میشه عمدتاً تقصیر انداختن به گردن طرف مقابله
و به گونه ای ادبیات و انشاء مقاله ها و تحلیل هایی که از صدا و سیما داره پخش میشه تهیه و تدوین شده که داره اطلاع رسانی میکنه، زیاد مردم امید نداشته باشن به نتیجه این مذاکرات. یعنی پیشاپیش داره این آماده سازی رو ادیر خودش ایجاد میکنه که مردم نباید امید زیادی داشته باشن، چرا که امریکایی ها یعنی طرف مذاکره اساسا یک خباثت درش هست و این خباثت اجازه به نتیجه رسیدن مذاکرات رو به ما نداده و نمیده. یعنی یک به گردن طرف مقابل انداختن، آماده کردن این زمینه که ما نمیتونیم نتیجه بگیریم چون طرف ما قصدش خیر نیست و از اول هم نبوده و نمیخواد حقوق ما رو به رسمیت بشناسه. ولی طرف مذاکرات که فقط آمریکا نیست، چین، روسیه، انگلستان، فرانسه و همینطور آلمان هم هست و نماینده اتحادیه. ببینید ادبیات منتشر شده در ایران این شکلی نیست، عمدتا داره میگه جهان به دست امریکا میچرخه، ما با بقیه جهان مشکلی نداریم، به خصوص از اون حالا کلمه هم که این دوستان استفاده کرده بودن به نام کت خدا، مرتبا رو کت خدا هم دارن اینا مانور میدن و بیانشون اینه که کلیت جهان خلاصه شده بود عنوان جهان طرف مقابل ما در امریکا و امریکاست که حرف اول و آخر رو میزنه و امریکا هم تحت نفوذ صهیونیست‌هاست و در مجموع اراده‌ای برای حل این بحران نیست. ما به تمام خواستهای اینها عمل کردیم اما علی‌رغم تمام اونچه که ما انجام دادیم، امریکا حاضر به قطع یکسره و یکباره تحریم‌ها نیست و این خواست ما بوده، این خواست هم تحقق پیدا نکرده. در نتیجه ما زیاد داره به مردم میگه که توقع نداشته باشید از پیشرفت مذاکرات. فقط این رو من اضافه میکنم که همه مردم ایران هم در جریان بودن که هیچ نوع اعتماد سازی در این شکل اتفاق نیفتاد. یعنی در تمام این مدتی هم که داره بیان میشه از این رسانه ها که ما اونچه که باید انجام میدادیم انجام دادیم ولی طرف مقابل ما نمیخواد کوتاه بیاد، برعکس مرتبا بر طبل مقابله و نقض قوانین کوبیده شد که اینو فکر می‌کنم ملت ایران بهتر از هر کس دیگه در جریان نشه، چرا که داره از نزدیک این ادبیات رو در تمام شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی از صبح تا شام میشنوه و می‌بینه. یعنی شما در مجموع عدم اعتماد سازی رو باعث به نتیجه نرسیدن میدونید؟ این یه بخششه، بله. این من البته یه صحبتی هم فقط برام جا مون تو بخش قبلی، این که متاسفانه در فضای ایران به شدت هم نیروهای امنیتی در یک آماده باش خاص قرار دارن که این آماده باش خاص هم حکایت از بروز مشکلات و برگشت اون بازتاب تحریم در داخل داره و اینکه اینا در عین حال از اون طرف مشکل دارن و از طرف دیگه مرتبا سعی میکنن خودشون رو در مقابل نیروهای مردمی آماده باش قرار بدن برای یک مقابله احتمالی. بله، در اون پاسخ به سوال شما هم همینه، عدم اعتماد سازی میشه بگیم اصلی ترین دلیلی بود که اجازه نمیده این مذاکرات بتونه به نتیجه برسه. آقای شکوری، نقطه نظر شما رو در این زمینه میشنم. آقای شکوری در این زمینه مطالبی هم منتشر کردن، در این زمینه واقعا علت اصلی یا عمده ترین علت همین عدم اعتماد سازی هست در مذاکرات که به نتیجه روشن نمیرسه، یا علل دیگه ای هم داره و از شما میشنم؟ بله جناب آقای چالنگی، نگاه کنید، بحث این هستش که بحث غنی سازی که از زمان آقای هاشمی رفسنجانی شروع شد و تا کنون هم پیش رفت، این یک سری پایه های حقوقی دارد که اینها به عبارتی اومدن و روی اونها زوم کردن و گیر دادن به جمهوری اسلامی. شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی عضو سازمان ملل متحد هست، منشور سازمان ملل متحد رو امضا کرده، متعهد شده به مفاد اون. از طرف دیگه به NPT هم متعهد شده، یعنی اون تعهدنامه رو اونجا امضا کرده، یه تعهدی هم اونجا داره. منشور سازمان ملل متحد میگوید که اگر سازمان ملل متحد حتی بخواهد شک کند، گمان کند که یک کشوری، یک رژیم حاکمی می تواند امنیت منطقه‌ای یا جهانی را به خطر بیاندازد، می تواند که یک سری حرکت‌های علیه اون انجام بدهد. حالا جمهوری اسلامی زمانی که شروع می کند به مسئله سازی و مراکز هسته‌ای و تمام اینها در طول این مدت، این ابتدا پنهانی بوده، پی می برند، منتها با توجه به تعهدی که به NPT داشتند و با این شعارهای جنگ افروزانه و این ماهیتی که جمهوری اسلامی داشته، غربی ها، جامعه جهانی براشون یک بهانه ای می شود که بخواهند بیان و از جمهوری اسلامی بخواهند که مواضع خودش رو شفاف کنند.
برابر معاهده که این پیتی دارد، جمهوری اسلامی باید اجازه میداده که ناظران این پیتی وارد خاک ایران میشدن، از تمام مؤسسات اینها دیدن میکردن. این کار رو جمهوری اسلامی نکرده، بنابراین این جامعه جهانی شک کردن و از لحاظ حقوقی این رو پی گرفتن. بحث پنج به اضافه یک هم همین است. سازمان ملل متحد به عنوان نماینده وکالت داره، پنج به اضافه یک رو مأمور کرده تا ناظر باشه بر برنامه های جمهوری اسلامی در زمینه اتمی و گزارش بده به سازمان ملل متحد. اون چیزی هم که در ژنو اینها امضا کردن یک تعهدنامه محکم بود و اگر جمهوری اسلامی بر روی اون نماند، تعهد خودشون رو نقض کند، اون موقع می شود خطری برای جامعه جهانی از لحاظ حقوقی و سر کار می افتد با شورای امنیت. حالا این یک مورد هست. مورد دیگری هم هست. نگاه کنید آقای حسن روحانی وقتی به عنوان رئیس قوه مجریه برگزیده می شوند، از سوی آقای خامنه‌ای باید بگوییم، می بینیم که کفگیر به تهدید خورده. آقای روحانی بودجه مملکت رو با توجه به، یعنی با امید به رفع تحریم ها بستی، یعنی جمهوری اسلامی در شرایط خوبی نبوده. بنابراین آقای خامنه ای که 8 ماه قبلش در عمان با آمریکایی ها مذاکره کرد، در اونجا که این خبر رو هم لیبراسیون و لوموند افشا کردن، اونجا تصمیم گرفته میشه که آقای خامنه ای جام زهر رو بنوشن و تسلیم نامه رو امضا کنن. بنابراین این که توافق بکنه، توافق که نه، تسلیم نامه سریعا قسمت نهاییش بخواد که منصه زور برسه، خواست آقای خامنه ای است. این خواست آقای خامنه ای است از 8 ماه قبل از اون انتخابات ریاست جمهوری. منتها الان بحث این هست، غربی ها وقتی دیدن که جمهوری اسلامی در موضع ضعف است، هیچ چیزی برای خودش ندارد، اونها میخوان که مسائل دیگری را هم وارد مذاکرات کنند. همونطوری که دفعه قبل بحث حقوق بشر را هم مطرح کردن، گفتن باید جزء مذاکرات باشند. مضافه بر اون مسئله دیگری که هست، الان جمهوری خواهان که کنگره رو هم در دست گرفتن و اون دفعه هم که 2 تا یا 3 تا از نماینده های جمهوری خواه بودن که نامه هم نوشتن به آقای اوباما و اعتراض کردن، آقای اوباما این قصد رو دارد که از ضعف جمهوری اسلامی استفاده کند، یک به قول معروف گفتنی تعهد خیلی سفت و سختی از جمهوری اسلامی بگیرد و این مدتش بخواد یک کم بگذرد، نزدیک می شود به انتخابات ریاست جمهوری امریکا، و از این بهره برداری کند آقای اوباما برای انتخابات دموکرات ها. به همین دلیل برای آقای خامنه ای نامه می نویسه به نظر شما؟ این که در اون نامه ایشون چه نوشتم بنده نمیدونم که واقعا، چون نامه هم متنشم که علنی نشده که ایشون چی نوشتن، دقیقا ما این رو نمیدونیم. اما سیاست کلی آقای اوباما این هست، بلحاظ که ایشون الان خب یه دونه جایزه صلح نوبل هم گرفتن، این از لحاظ شخصیتی هم برای ایشون تاثیر داره، اون بعض یک جورهایی هم دست پای آقای اوباما رو بسته. مون تو آقای اوباما از این برگه ها استفاده میکنن، این ضعفی که جمهوری اسلامی داره داخل امریکا هم به اون شرایط هستش، جمهوری خواه میخوان فشار بیاره، الان کنگره هم خب گرفتن. این کلیتش به دید بنده این هست که عرض کردم. خب آقای قاسمی، این اعتماد سازی بالاخره یک مدت معینی باید داشته باشه که یا اعتماد میکنه یا نمیکنه. این همه سال ادامه پیدا کردن برای بازسازی اعتماد های کافی نیست. خیلی معتقد هستن در واشنگتن فشاری که روی دولت اوباما هست در ارتباط با این مذاکرات اتمی بر این عقیده است، بانیان این فشار، که تمدیدها باعث میشه جمهوری اسلامی وقت بیشتری داشته باشه برای نزدیک شدن به سلاح تولید سلاح اتم. تفصیل شما رو میشنویم. ببینید همینطور الان جزئیات رو مهمان گرامی برنامه شما گفتن، اونچه که توی مدت هم دیده شده، منتها این عدم اعتماد سازی یا اونچه که حکومت ایران، ببینید یه زمانی من از اینجا اصلا این بحث رو بگم، شما میخواید اثبات بکنید که یک کاری رو حالا در قبل هم کردید، غیر مجاز هم بوده، درست هم نبوده، به هر حال اتفاقی بوده در گذشته در شرایط پیشین رخ داده، این تمام شده، پروندهش بسته شده، ولی در این لحظه میخوای اثبات بکنی که واقعا باور کردی. من مثالی بزنم، مثل مفهوم دموکراسی در ابتدای انقلاب ایران که عمدتا یک ابزار بود، یک عبارتی بود که هیچ یک از طرفین گروه های سیاسی به این باور نداشتن، نه دولت نه مخالفینش، و همه سعی میکردن از این ابزار نوعی استفاده تبلیغاتی ببرن. اما وقتی 3 دهه گذشت، برخی از گروه های سیاسی واقعا به این رسیدن که این یک ابزار نیست، این یک هدفه، این به نفع همه است، و
و وقتی که کسی یا حزبی، گروهی، تشکیلاتی به این میرسه که دموکراسی یک هدف میتونه باشه نه یک وسیله تبلیغاتی فقط، اون وقتی که روند امور، نوشتن مقالش، کاری که انجام میده، تمام رفتارش و تئوریش بیان کننده این واقعیتی که من به این رسیدم، من باور کردم و من نمیخوام استفاده ابزاری بکنم و در اولین فرصت مجددا دور بزنم همه رو. در ارتباط با مسائل اتمی هم روند امور در چند سال اخیر هم نشون میده که از یک طرف جمهوری اسلامی سعی میکنه بگه که من در اون چارچوب ها مسائل رو میپذیرم، اما از هر شرایطی، از هر فرصتی مرتبا استفاده میکنه برای این دور زدن ها. ببینید اصلا دلیلی نداشت که جمهوری اسلامی کارش به اینجا بکشه که تحریم بشه. اگر واقعا میخواسته، فکر میکرده که توانایی داره کاری رو میتونه انجام بده و حتی اگر هم تحریم بشه میتونه مقاومت بکنه، خب باید راه خودش رو پیش میرفته. ولی زمانی که میاد بپذیره که من درها رو باز میکنم، شما میتونید بیاین، من اثبات میکنم، آقای خامنه ای ابراز میکنه که اصلا ما فتوا داریم و من فتوا میدم که مسئله اتمی یک مسئله غیر جایزیه برای ما، وقتی میخواد به این شکل بره اصلا دلیلی نداشت کار به تحریم بکشه که بعد از موضع پایین تری بخواد برخورد بکنه و بعد یکی یکی از مواضع خودش عدول کنه. امروز هم اومده و میگه یک باره باید تمام تحریم ها برچیده بشه تا اثبات بشه هر آنچه که ما انجام دادیم مفهوم و معنی داشته. خب برای اینکه یک باره تمام تحریم ها برچیده بشه باید علائمی، شاخصهایی دیده بشه که طرف مقابل هم بپذیره. حالا اینکه اون بخشش در داخل امریکا دوگانگی وجود داره در برخورد با اونچه که جمهوری اسلامی در این مدت انجام داده، اون بحثی جداست که من فهم میکنم موضوع دیگه ایه. حالا من در دور بعد صحبتم بیشتر سعی دارم به اون سوال شما پاسخ بدم که ببینید بس پسر اینه آقای قاسمی که ببینید بس پسر اینه که این اونچه که شما میگید که این هستش که تهران هست که باعث بی‌اعتمادی طرف مقابل شده، این یه بحثه. اما نکته اینه که این تمدیدها رو خیلی ها معتقد هستن که چه در واشنگتن چه جای دیگه، که این تمدیدها زمان در اختیار حکومت ایران میذاره برای نزدیکتر شدن به تولید سلاح اتمی. یعنی این نیستش که این تمدیدها یک سره به زیان حکومت ایران تموم شده باشه. این نظر بسیاری است. خب این جنبش بوده. شاید از موزه کسایی که این تمدید رو دارن در امریکا در کاخ سفید انجام میدن، در عربستان هست، در اسرائیل هم هست و جایی بله، بیشتر فکرشون این بوده که جمهوری اسلامی انقدر در استیصال قرار میگیره، استیصال ناشی از عواقب و عوارض این تحریم ها قرار میگیره که تمامی موارد رو میپذیره. اما نگرش اسرائیلی و در واقع عربستان سعودی اینطور نبوده. اونا بیشتر اون بخشی دست میذارن که بنده عرض کردم شاخص های عدم اعتماد سازی بوده، اونا اون بخش رو میارن بزرگ میکنن، نشون میدن و بر اساس اون تمام عملکرد جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن. و این یکی اون دست گلایی که در واقع جناحهای افراطی در درون ایران بر علیه منافع ملی ما به نظر من به آب دادن. یعنی اگر اینها رفتاری رو نمی‌کردن که اون بخش‌های افراطی طرف مقابل مثل اسرائیل، مثل سعودی بتونن این موارد رو به عنوان نمادهایی عرضه بکنن که جمهوری اسلامی باور نداره به در واقع کنار گذاشتن پیگیری‌های اتمی، اگر چنین نمی‌کردن میتونه شرایط به نفع مردم ایران هم تغییر بکنه و ما از این تحریم ها کمی زودتر خلاص نه بشیم. اون که اگر این میشد خب ممکن بود چیز دیگه بشه، ولی آیا این نگرانی ها وجود داره یا نداره؟ 100% وجود داره. بنده که عرض کردم شما از یه طرف میگی من این را قبول دارم، از طرف دیگه ببینید نگاه کردن یک بار به سرمقاله های روزنامه کیهان در تمام این مدت خلاف همه اون چیزی رو نشون میده، خلاف تمام سیاست گذاری هایی رو نشون میده که در ظاهر وزارت امور خارجه ایران میخواد عملی بکنه یا نشون بده که ما بهش باور داریم. حالا باقی ماندن آقای حسین شریعت مداری در مقام خودش این یک پیامه، برداشتن آقای حسین شریعت مداری از مقامی که در روزنامه کیهان داره این هم یک پیامه. آیا ما این چنین پیام هایی رو در این مدت دیدیم که بگیم این اعتماد سازی خواسته به وجود بیاد؟ میشه که شما بگی که من فرض کنیم مثالی عرض میکنم چشم داشتیم به بحرین و قطر ندارم، بعد مرتبا در اصلی ترین ارگان حکومتی شما، نمیگم این گفته شده به عنوان مثال فرض میگیرم،
فردی بیاد و قلم بزنه که بحرین و قطر اصلا ارث پدری حکومت ایران بوده، اشتباه هم شده که دست رفته، هر چه زودتر هم باید به ایران به زمینه بشه. خب این رو اگر در یک بخش خصوصی رو بنویسن شما میتونی بگی نظر خصوصی بوده، ولی وقتی که کسی منصوب مقام ارشد و مقام اول مملکت در اونجا داره این رو مینویسه، اون هم در یک رسانه و مؤسسه دولتی، بدون شک این رو نمیشه ندیده گرفت. و این روندی بود که امامان جمعه پیش نمازهای جمعه همیشه انجام دادن و چه در ارگانهای رسمی حکومت شما میدید. من اینو فقط هم کوتاه تموم بکنم که اگر شما یک نگاهی، دوباره تکرار میکنم، در این مدت به رسانه ها، صدا، سیما و ارگانهای رسمی میکردید، به هیچ عنوان کشوری رو نمیدیدید که آقای ظریف سعی داره نمایندگی اون رو بکنه. خب آقای شکوری، ببینید یک برنامه اتمی حکومت ایران هست، یکم مسئله اتمی، یعنی آنچه که حکومت ایران به دنبالش هست یا متهم هست به این موضوع اینه که به دنبال دست یافتن به سلاح اتمی. این اتهامیه که متوجه حکومت ایران هست. آیا مردم ایران به سودشون هست دست یافتن به سلاح اتمی؟ اینکه چه میخواهند چه نمیخواهند بحث دیگری است. آیا ادامه این وضعیت اتمی به سود مردم ایران هست؟ آیا این تمدید زمانها اگر به سود حکومت ایران هست که مهلت میده نزدیک بشه به تولید سلاح اتمی، به سود مردم ایران هم هست؟ این دو مسیر رو شما چطور می‌بینید؟ بله، نگاه کنید، این که سلاح اتمی بخواد جمهوری اسلامی داشته باشد به نفع مردم ایران به هیچ وجه نیست، به نفع خودش هم تا کنون نبوده. تنها بهره ای که مردم ایران بردن از این قضیه فقط این هستش که یک سری هزینه های نجومی شده برای این مسئله تا کنون، و این بحث را متاسفانه ایدئولوژیک کردن کارشناسان، صاحب نظرانی هم که نظر دادن اگر در داخل ایران بودن که برها راهی زندان شدن یا هفته یک بار مجبور شدن برون وزارت اطلاعات اونجا سینجین پس بدن به خاطر این مسئله. و کار خود آقای خامنه ای هم که الان به غلط کردن افتاد یا سر همین قضیه، یعنی اصلا توافق نامه در کار نیست، تسلیم نامه است، به خاطر اینکه در توافق از لحاظ حقوقی هر دو طرف باید آزاد باشن، اراده داشته باشن. جمهوری اسلامی آنچنان از لحاظ اقتصادی ضرر کرده که اصلا آقای خامنه‌ای در توان ندارد که بخواد کار را ادامه بده. از سر همین قضیه است که اینها رفتن توی ژنو نشستن، تسلیم شدن، تسلیم نامه هستش، اینو تا به حالا بنده عرض کردم. بنابراین اینها را اگه آزادن بگذارن اینها نمیتوانن به بمب اتم برسن. اما اون چیزی که برای مردم ایران جزء حقوق مردم ایران هست، شما الان نگاه کنید، عبد جمهوری اسلامی که نمیگوید من سلاح اتمی میخوام، میگن ما سلامیز میخوایم. اما در واقعیت قضیه وقتی که ما میرویم مملکت رو نگاه میکنیم، میبینیم که حتی خیابانها، اتوبانهای ما یک عالم ایراد دارن. وسط اتوبان هست شما میبینید که چاله پیدا میشه، کوچه ها ایراد دارن، شما فاضلاب ایران، خیلی از شهرها ایراد دارن، خیلی از استانها ایراد دارن، الان آب زاینده‌رود خشک شده. یعنی رو مسائل اولیه معیشتی که وظیفه یک حکومت هست که اونها رو بخواد سر سامان بده، مردم ایران مشکل دارن. بعد چگونه اینها میخوان برن به دنبال بمب اتم؟ متاسفانه یکی از مسائلی که هست این هستش که منافع حاکمیت آقای خامنه‌ای کاملا با حقوق ملت ایران در تقابل و تضاد هست. تا کنون اینجوری بوده، از روز اولم این رژیم فقط برای این ملت بحران ساخته. شما مسئله گروگانگیری را نگاه کنید، مسئله جنگ و ادامه جنگ را نگاه کنید، مسائل دیگر الان هم که خب به هر حال شده همین مسئله اتمی 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 و هزینه ها فقط داره در جیب مردم ایران میرود. این عجیب، آقای خامنه ای متاسفانه نمی رود. امروز هم آقای خامنه ای مجبور شده که این تسلیم نامه رو بپذیرد، تسلیم بشود، منتها بازم هزینهش را مردم، منتقدان در داخل و خارج باید بپردازند. به این جهت آقای خامنه ای مسئله اتمی را ایدئولوژی کردش، حق مسلم ماست، حق مسلم ماست، هیچ کس نباید حرف بزند. و وقتی که کوتاه می آید، تسلیم می شود در بیرون، مجبور است در داخل بخواد سرکوب های شدیدی را اعمال کند. اصلا بحث این که آقای خامنه ای می گوید که نرمش قهرمانانه همین است، یعنی غلط کردن در خارج، نرمش غلط کردن در خارج، بعد قهرمانانه در داخل سرکوب.
کسی نتواند اعتراض کند، یا اینکه یک باری به بعضی ها هم مشتبه نشود که جمهوری اسلامی قدرت ندارد ایستادگی کند. میخواد بگوید ما اگر بیرون هم نتوانیم در داخل حساب شما را میتوانیم برسیم. بحثشون این هست. بعضی حرفهایی هم که الان آقای خامنه ای میزنن یا برخی دیگر هم میزنن روی همین هست، یعنی از لحاظ ظاهری به داخل و خارج القا کنند در تبلیغات که ما هستیم، ما قوی هستیم، اما طبق معمول پشت پرده باید که غلط کرده ما نامه را امضا کنند. سیاست دوگانه مورد اشاره آقای مازیار شکوری، تفسیر شما رو میشنویم. سیاست اتمی جمهوری اسلامی خلاف مساله ملی مردم ایران هست، آنچه که آقای مازیار شکوری مورد اشاره قرار داد. آقای قاسمی؟ بله، ببینید، من در پاسخ اون سوال شما که سلاح اتمی، نه تنها سلاح اتمی، من فکر میکنم حتی مظنون بودن حکومت ایران یا دولت ایران به پیگیری، حتی مظنون بودنش، نداشتن سلاح اتمی، حتی مظنونیت به دولت و حکومت ایران به عنوان پیگیر مسائل اتمی و تسلیحات اتمی به شدت مضر به حال ملت ایرانه، چه برسه به اون جنبه‌ای که شما فرمودید. بله، ولی من فقط اشارم رو میارم به این مطلب که در اون طرح کلی که شما در ابتدای برنامه گفتید پاسخ به این مسئله که چه کسانی واقعا زینفن از این مسائل. اون چه که ما دیدیم بیشترین نفع رو شرکت‌های دلالی داشتن، که این شرکت‌های دلالی به اصطلاح به امر خطیری میپردازن که این امر خطیر دور زدن غربی ها هست، وارد معامله شدن از طریق چینی ها با ثبت این شرکت ها در چین و از طریق چین به اصطلاح خرید های مختلفیه که در تحریم به ایران داده نمیشه و اینها سعی میکنن اینها رو بخرن، بیان با چندین و چند برابر قیمت واقعی و با از دست رفتن منابع مالی مردم ایران به اصطلاح اینها رو بخرن در اختیار مردم قرار بدن، حالا جدا از اون بخش خرید های فوق العاده گران قیمتی که تو بخش های غیر مجاز انجام میدن. اینها تنها زینفانی هستند تو این ماجرا و من از این فرصت میخوام استفاده کنم، چون فکر میکنم یه شکلی شاید رکوردگران بخش اطلاعات این رو بشنون که اون بخش از نیروهای اطلاعات و سپاه پاسداران که در توهم یک نبرد موفق هستند در نهایت با نیروهای غربی و به ویژه آمریکا، امیدوارم کار به اونجایی نکشه که ما همونطور که غرور ملت عراق رو شکسته دیدیم در یک جنگ نابرابر و حاصلی جز ویرانی و خرابی برای اون ملت نداشت، چنین اتفاقی باز تکرار برای ما نشه و امیدوارم نیروهای نظامی که مرتبا شاید اونها هستند که سعی دارن چه در رسانه‌های داخلی برای مردم ایران و شاید برای بیت رهبری این مسئله رو توضیح بدن که امریکا و نیروهای غرب به هیچ عنوان هیچ تهدیدی برای ملت ما نمی باشن و فقط اینها شعار میدن و در صورت هر نوع تهدیدی ما میتونیم به نحو احسن مقابله بکنیم. این نگرش غلط یک بار دیگه در ایران هم باعث شکست در غرور ملی مردم ایران نشه. آقای شکوری، همونطور که آقای قاسمی اشاره کردن، گروه‌های، باندهای، جناح‌های، هر عنوانی برش بگذاریم در ماهیت عملشون زیاد فرق نمیکنه، از وضعیت موجود بهرمند هستن در ایران. واقعیت این هستش که اونطور که دیده میشه بسیاری برای نقده هستن که حکومت ایران یک نوع موزاییکه که با زمان آقای خمینی فرق میکنه، هر کسی 10% از قدرت رو داره و هیچ کس صاحب 51% سهام قدرت نیست در حکومت تهران. اینه که کسی نمیتونه حرف اول و آخر رو بزنه مثل زمان آقای خمینی، و آقای خامنه‌ای در شرایط کنونی سخنگوی به مناسبت هر از چنگای سخنگوی یکی از این جناح‌ها یا گروه هاست و به همین دلیل هست که سیاست خارجی ایران هم وزیر خارجه داره، هم آقای خامنه‌ای درش اثر میذاره، هم سپاه پاسداران اثر میذاره، هم ستاد عامه جمعه اثر میذاره و هم روحانیون مبارز و غیر مبارز و بین بینابین و حتی هیئت عزاداران ابو مسلم در مسجد نارمک هم میتونه رو سیاست خارجی ایران اثر بذاره و آقای سعید قاسمی هم که دیدیم میتونه اثر بذاره. تفسیر شما رو میشنویم، این که آیا جناهایی در این حکومت ایران هستند که از نظر اقتصادی بهره‌مند میشن از شرایط کنونی تحریم ها؟
بله جناح‌های مختلف سیاسی هستن، بالاخص نیروهای امنیتی هستن، سپاه پاسداران هستن که اینها بهره‌مند میشن. شما اگر که آقای روحانی زمانی که آمدن ریاست قوه مجریه رو به دست بگیرن صحبت‌های ایشون رو شنیده باشید در مورد سپاه پاسداران، در مورد پیمانکاری‌هاشون همین رو گفتن، گفتن که سپاه به نظر من رقیب بخش خصوصی نیست، ما باستی وظایفی رو از جهت اقتصادی به سپاه محول کنیم. اینها بله کاملا درست هست و اتفاقا امروز هم اقتصاد مملکت حالا بخشیش حداقل در دست سپاه هست، بخشیش دیگرانی هم هستن، جریان های دیگری هم هستن که اینجا ذینفع هستن، اینها کاملا صحیح است. حتی بودجه ای هم که بسته شد شما اگه نگاه کنین، بخش اعظم این بودجه رو که دولت آقای روحانی تقدیم همین مجلس کرد و اینها تصویب هم شد برای همین نهادها، برای نهادهای سرکوبگر، نهادهایی که میان در توی تلویزیون مثل تبلیغات اسلامی اونها دروغ میگن به مردم، برای تحمیق مردم میکوشن. متاسفانه الان دیگه اون دور زمانی که مردم هم تحمیق بشن گذشته میکوشن. بله به اونها به عبارتی دادن این بودجه ها رو. مونده بس این هستش که در جمهوری اسلامی یک نفر سخن میگوید، حرف اول و آخر رو آقای خامنه ای میگوید. این جریان هایی هم که در درون کشور با هم یک کم درگیر هستند در چارچوب منافع و خط قرمز هایی که آقای خامنه ای مشخص میکنن، در این چارچوب با هم دیگر درگیر هستن، خارج از اون نیستن و نمیتوانن. حالا بعضا آقای خامنه ای خودشون به بعضی جریان ها خط و ربط میدن مستقیم و نه بعضی اوقات ایشون خط ربط نمیدن، اما اینها را آزاد میگذارن تا اون چرا که خواست آقای خامنه ای هست انجام بدن. شما الان همین الان نگاه کنید، بحث اتمی هست، بحث تسلیم نامه هست که آقای خامنه ای 8 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری با امریکایی ها در عمان مذاکره کرد، اونجا جام زهر رو سر کشید و تمام اون چیزهایی که امروز ما میبینیم که توافق در این ور اون ور، همه پس زمینه های اون قضیه است، اینها صورت قضیه است. اما چرا وقتی که آقای روحانی، آقای ظریف اینها رو انتخاب میکنن به عنوان تیم دیپلماسی ایران، ما میبینیم که انصار حزب الله رو به خیابان میآورن، ما میبینیم روزنامه کیهان این گونه تیترها میزند، دلواپسان پیدا میشود، یا ما میبینیم که حتی دو بار آقای روحانی خواستن مصاحبه تلویزیونی کنن در تلویزیون حالا ملی بگیم حکومتی حالا هرچی، اونجا به مشکل برمیخورن. این دلایل دلایلش برمیگرده به اینکه در ایران هنوزم یک نفر حرف میزنه، حرف اول آخر آقای خامنه‌ای است. به اینجا ولی این حرف اول آخر آیا به همون شکلی است که در زمان آقای خمینی بود؟ آیا این حرف اول آخر همیشه حرف خود آقای خامنه‌ای است یا حرف جناهایی است که به مناسبت بهش تحمیل میشن و اون جناها هم در موقع پیش بردن اون حرف با قدرت ایستادن پشت سر آقای خامنه‌ای؟ نگاه کنید اصلا جناهایی که در داخل ایران هستن، اینهایی که امروز ما میبینیم بازی دارن میکنن در داخل چارچوب منافع آقای خامنه‌ای، شما حتی شخصیت تک تک اعضای اینها رو نگاه کنید، اینها واقعا بی شخصیتن، اینها اصلا اون توان رو ندارن، چه به جهاز فکری، چه به ایدئولوژیک، چه به جهت شخصیتی که اصلا بتوانن در برابر آقای خامنه‌ای بمونن. آقای خامنه‌ای تمام اینها رو بازی میدهد، تمام این موزاییک‌ها رو به گونه‌ای میچیند، هر گونه که خودش هر زمان خواست همون گونه از اینها برداشت کند. الان بنده میخواستم همین نکته رو عرض کنم، نگاه کنید این دلواپسان که وارد میشوند، این انصار حزب الله که وارد میشن، با توجه به اینکه خود آقای خامنه ای امروز توافق را میخواد که از دست این تحریم ها راحت بشود، از این وضعیت بیاد، خب چرا اینا وارد میشوند؟ نگاه کنید خود آقای خامنه ای بعضی جریان ها را آزاد گذاشته و بعضی ها هم تعمدن به جان این آقای روحانی انداخته، به جان تیم مذاکره کننده انداخته. به خاطر چی؟ به خاطر یک تجربه ای که آقای خامنه ای دارد در زمینه رهبر شدن خودشون. شما اگر یادتون باشد در زمان آقای خمینی مجلس خبرگان دولت همه در دست جناح چپی بود که امروز اصلاح طلب معرفی میشن، یعنی اون زمان خط امام بودن و آقای خامنه ای مخالف اونها بود. بحثی که پیش می آید در ایران کندورا یا ایران گیت که خدا که قرار می شود اینها برون با اسرائیلی ها و امریکایی ها مذاکره کنن به دستور آقای خمینی، همین آقای حسن روحانی سرتیم و مذاکره کننده ها بوده. وقتی اینها برای مذاکرات می روند اونجا خود آقای خمینی را هم دور می زنن، یعنی مذاکراتی می کنن که در دستور کار نبوده و قرار بر این می شود که همین آقای روحانی از طرف آقای هاشمی رفسنجانی اونها که جناح راست بودن آقای خامنه اینها، اونجا به غربی ها می گوید که شما اگر قدرت رو به ما بدید ما حاضریم خمینی را هم بکشیم.
و قرار می شود که نام هزار میان رو، یعنی همین جناح راست کنونی را آقای حسن روحانی تقدیم طرف غربی کند و و و و و که همین قضیه پیش می آید و ما می بینیم با اینکه در مجلس خبرگان در دولت جناح راست ایران که آقای خامنه ای روحانی اینا باشن اقلیت بودن، به یک بار آقای خامنه ای می شود رهبر جمهوری اسلامی. حالا به هر حال آقای شکوری، به هر حال جناحی در این حکومت وجود داره که از وضعیت موجود داره استفاده خودشو میکنه، یعنی از نظر اقتصادی. بله، از وضعیت از نظر اقتصادی بله استفاده میکنن، اما در چهارچوب هایی که آقای خامنه ای به اونها اجازه میده. یعنی امروز همین جناهایی را هم جریانهایی را هم که ما میبینیم که توی خیابون افتادن اینا به دستور آقای خامنه ایست که فقط با آقای روحانی و غربی ها بگوید اینجا قدرت مطلقه بنده هستم، مثل ایرانگیت شما دیگه نروید اونجا برای خودتون مذاکره نکنید، هر مذاکره هست بنده را باید ببینید، کت خدا در ایران من هستم. بله از اون جهتش هم بله همین ابتدا هم عرض کردیم تمام این مسائلهایی که پیش میاد متاسفانه هر زمان ول به شوکه پیش بیاد، بی قانونی پیش بیاد که در حکومت های دیکتاتوری پیش می آیند، زینف ها هستند، جریان های هستند. اما آقای شکوری، در اسناد و خبرهایی که به تازگی منتشر شده که رفتن به آقای خامنه ای گفتن که آقای روحانی رفته گفته که راجب این پاسدارا که دارن اصطلاح اقدامات علیه دولت میکنن کاری بکنید، ایشون گفته به حرف من گوش نمیده. تا چند روز این درسته اون خبر؟ نگاه کنید، به نظر میرسد که چنین چیزی دروغ باشد. سپاه پاسداران به هیچ وجه نمیتواند بدون اجازه آقای خامنه ای حرکتی انجام بدهد. حتی قبلا که بحث کودتا را مطرح میکردن، اصلا ساختار سپاه پاسداران به گونه ای هست که اونها بدون اجازه آقای خامنه ای آب هم نمیتوانند بخورن. اصلا داخل جب سپاه، جناب آقای چالنگی یه چیزی رو خدمت شما عرض کنم، در مملکت ایران همه همدیگه را میپاهند. مثلا شما میبینید اطلاعات سپاه رو میپاس، سپاه قوه قضاییه رو، قضاییه دوباره نیروی انتظامی، نیروی انتظامی سپاه رو، همه همدیگر رو به انهای مختلف شنود میکنن. همین جریان البته در بیت رهبری هم هست، آقای خامنه ای اونجا هم چندین جناح در داخل بیت ایجاد کرده که همه بهش خبر بدن، یه توازن قوای اونجا باشد که یک باری مسائلی که مورد نظر آقای خامنه ای نیست پیش نیاید. بحث سپاه دقیقاً همین هست، یعنی شما نگاه کنید اگر یک پاسداری شبیه خوابی ببیند جرأت نمی کند فردا خواب خودش رو برای همکار هم اتاقی خودش تعریف کند. چفت و بست عجیبی در داخل سپاه است. بنابراین سپاه پاسداران بدون اجازه آقای خامنه‌ای نمیتواند کاری بکند. خط و رفتار همه رو خود آقای خامنه‌ای داده. به هر حال همچنان این به عنوان یک نظریه هست و آنچه که در عرصه سیاسی ایران وجود داره چندگانگی در مورد سیاست‌های واحدی است، چه از نظر سیاست خارجی و چه از نظر برنامه های مربوط به سیاست داخلی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. و این هست که این زمین ساز این نظریه نیز هست که در ایران در موزاییک قدرت هیچ کس صاحب 51% سهم در این موزاییک نیست. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو در گفتگو با آقای بهروز قاسمی در آکسفورد انگلستان و آقای مازیار شکوری در ترکیه تا لحظاتی دیگر. بله آنچه که آقای شکوری اشاره کرد یک حکومت کاملا پولیستی و شبه دوران استالین و شبیه آنچه که در درون حکومت هیتلر بود که همه همدیگه رو میفاییدن، سازمان ها، نهادهای مختلف. و اما با چنین شیوهی که یکی از پیامدهای به هر حال حکومت اسلامی هست، انقلاب اسلامی به رهبری آقای خمینی و بقیه که به اینجا سر از اینجا در بود آقای قاسمی، با چنین شیوه های پلیسی آیا میشه یک حکومتی رو برای همیشه سر پا نگه داشت آقای قاسمی؟ بله من یه توضیح اول بدم در مورد صحبت غربی که اتفاق افتاد. یه مقدار شاید نظر من متفاوت از مهمان گرامی شما هست. من باورم بر اینه که حرف اول و آخر رو نه آقای خامنه ای که حتی آقای خمینی هم نمیزد، بلکه این افراد حرف آخر رو میزنن.
حرف اول رو اتفاقا جناح های مختلف از جنبه های مختلف شروع میکنن به زدن. حتی اگر شما به یاد بیارید در 2 سال انتهایی عمر آقای خمینی، ایشون مرتبا وقتی میومد صحبت میکرد، صحبتاش نشون میداد اون صحبت ها بازتاب اختلاف ها و زد و خورد ها و درگیری های جناح مختلف حکومتی بود. حرف اول رو اینا شروع نمی کنن. اتفاقا حرف اول از منافع مختلف، پایگاه های مختلف، مواضع مختلف شروع میشه. بعد وقتی که به یک بحران خیلی فزاینده میرسه، اون مقام به اصطلاح رهبری میاد و حرف آخر رو میزنه، برای اینکه قائله رو به قول خودشون ختم بکنن و یا به اون عبارت کشش بیشتر ندن. این چیزی بوده که همیشه دیده شده. در اینکه حکومت ایران استبدادی شکی نیست، ولی بدون شک این حکومت همیشه تفاوت‌های خیلی خیلی واضح و آشکاری رو به نسبت حکومت استبدادی که مثلا در کره شمالی وجود داره یا حکومتی که در شوروی وجود داشته و ما همیشه این رو دیدیم. یعنی اتفاقا تضاربی از منافع مختلف همیشه وجود داشته، کشمکش‌ها وجود داشته و شخص رهبری اونجایی که به اوج میرسه این بحران ها و همگان رو در مخاطره قرار میده، بعد به طرف آخر رو میزنه که اون مخاطره رو به حداقل برسونه. این تفاوتی که من تو به اصطلاح نگاه خودم دارم به وضعیت داخلی ایران و اون وضعیتی که من آشفته میبینم. این جناح هم همدیگر رو میپان، نه به خاطر اینکه یک ایدولوژی و عقیده ای رو به طور مطلق حفظ بکنن، چرا که اساسا عقیده من نیستن، بلکه ببینن کی و چه جوری میشه از نقطه ای از موردی استفاده بکنن برای چانه زنی و برای اخذ بیشتر به اصطلاح مطالبات غیر مجاز در واقع مالی خودشون یا منافعی خودشون. این رو من به این شکل میبینم. اما در پاسخ اون سوال آخر شما، نه بدون شک این هیچ وقت اینطور نبوده و نیست و نمیتونه باشه که استبداد راه به جایی ببره. روش پلیسی اتفاقا برعکس، من میخواستم اینو توضیح بدم. اگر فرض بکنیم، من دارم میگم فرض بکنیم که امریکا ستیزی درست بود، عقلانی بود و به حق هم بود، اگر حتی چنین فرضی رو فرض داشته باشیم، بدون شک حکومتی میتونست امریکا ستیز و اسرائیل ستیز باشه و خواستهای خودش رو پیش هم ببره و موفق هم باشه و دست بالا رو بگیره که ملت خودش رو پشت خودش داشته باشه. زمانی که شما ملت خودت رو پشت خودت نداری، برای کی میتونی عرض اندام بکنی؟ چند تا شعار میتونی بدی، بعد به دیگه حمله بکنن، بعد انواع اقسام نرمش ها رو انجام بدی و از موزه بارها و بارها حزیزتر از گذشته عقب نشینی بکنی. این عاقبت حکومتی دولتی که مردم خودش رو پشت خودش نداره، حتی در اون جایی که فرض بکنیم حق هم داره. آقای شکوری عزیز، در بخش نخست صحبتاشون آقای قاسمی نظر مغایره نظر شما داره، اگه حرفی از در این زمینه میشنمیم وگرنه پرسش دیگری داره. جناب آقای چالنگی، صحبت آقای قاسمی هم صحبت بنده بود، صحبت بنده هم صحبت آقای قاسمی بود. اینکه منافع دارن تمامی این جناح‌هایی که در داخل حکومت ایران هستن، منافع اقتصادی دارن، چی دارن چی، این کاملا صحیح ایشون میفرمایند و مسلم این جناح ها هم تلاش میکنن که جناح دیگری رو که کنار بزنن، برچسبایی بزنن، اونها رو حذف کنن و احتمال خودشون برای گرفتن کرسی‌های مختلف، حالا وزارتی باشه، هر چه باشه، مجلس باشه و و و بیشتر بشود. در این زمینه شکی نیست، اما بحث این هستش که در داخل ایران باید بگویم 100% قدرت در دست آقای خامنه ایست. یعنی اصلا شما در حکومت های دیکتاتوری نمی توانید فرض کنید که مثلا 51% قدرت دست یک جناح دیگر باشه، چون تمام این جناح ها یک بازی را قبول کردن، قواعد بازی، و اون منفعت آقای خامنه ای و اون حکومت هست و در اون چهارچوب هست که به هر حال سر کول هم میزنن، همدیگر رو به عقب میرونن، خودشون جلو میرن. بله بفرمایید شما. اجازه بفرمایید. شما با این نظری که الان گفتم موافق هستین یا حرف شما خلاف این حرف بود که تمام قدرت در دست آقای خامنه‌ای؟ تمام قدرت در دست آقای خامنه‌ای، منتها این آقای اجازه خامنه‌ای هستن. شما از آقای قاسمی بود. ببینید، بله، من فکر میکنم آقای خامنه این نماینده ی نیروهای مختلفی که در واقع مجموعی اونها یک استبداد رو به مردم ایران تحمیل کرده و تحمیل میکنه، ایشون نماینده است. اتفاقا همه اون جناها به نوعی در بیت ایشون نمایندگی خودشون رو دارن، نماینده های خودشون رو دارن و این آقای خامنه ای باید
نقش هماهنگ کننده رو ایفا بکنه. ولی بدون شک به لحاظ قدرت، همونطور که در هر مؤسسه ای هم حرف آخر رو یک رئیس باید بزنه، در غیر اون صورت اون مؤسسه فاقد رئیسه، ایشون هم در مقام ریاست ارشد و شخص اول این مملکت حرف آخر رو میزنه. من اینو از ابتدا هم گفتم و هر از چنگایی ممکن حرف یک جنایی برش تحمیل بشه، این نیست؟ میتونه این باشه، گفتم حرفای اول رو دیگران میزنن، ایشون حرف آخر رو میزنه. اینکه چطور کدوم حرف رو انتخاب میکنه یک مجموعه که ایشون باید برایند اون رو در نظر بگیره، از منافع خودش شروع میشه تا منافع مجموعه این گروه ها و اون چی که نظام حکومتی گفته میشه. آقای شکوری بفرمایید. بنده فقط یک نکته رو میخوام عرض کنم که قدرت در دست آقای خامنه ای هست. این که بخوام تحمیل به ایشون بکنن نمیتونن، ایشون خودشون مصلحت سنجی میکنن. این البته دید بنده شاید اشتباه باشه، یعنی به عبارتی این جناهای حکومتی نیستن که سهمی از قدرت رو به دست میآورن. در نهایت تصمیم آقای خامنه ای هست که چند درصد از قدرت تا فعلا در دست یه جناحی مثلا یا یک باندی یک گروهی به عنوان امانت بمونه تا بعدا آقای خامنه ای از ایشون پس بگیرد. بله، یک پرسش از آقای خامنه ای گفته که من به آمریکا و اینها اعتماد ندارم، به این مذاکراتم خوشبین نیستم اما با مذاکراتم مخالف نیستم. در بطن خودش تناقض داره نداره آقای؟ یعنی دو نظریه مختلف رو فرصت ایجاد کردن برای اینکه اگه مذاکرات به جایی رسید امتیازشون نصیب ایشون بشه، گفته خب به هر حال اجازه هم دادیم مذاکره، اگه هم نرسید که از اول گفتن خوشبین نیستم. این دوگانگی همیشه بوده. این حتی اگر شما برگردید به دوران آقای خمینی هم این رویه وجود داشت، حتی این چیز جدیدی نیست، در اون زمان هم این بود، امروز هم همینه. معمولا سعی میکنن اون قداست مقام رهبری رو به گونه ای حفظ بکنن که اگر نتیجه مثبتی به وجود اومد، این نتیجه مثبت از برکت وجود ایشون باشه، و اولی اگر نتیجه برعکس شد و وخیم شد، وقت بگن که ما هم از اول چنین پیشبینی رو کرده بودیم، به همین دلیل ما هم موافق نبودیم. آقای خمینی بارها بعدها اومد و گفت که اون زمانی که آقای بازرگان رو من انتخاب کردم زیاد دلم به این داستان نبود، دوستان اصرار کردن. ولی در خود مقاطعی که ایشون میاد سخنرانی میکنه همیشه صحبت از یک تحکمیه که بدون شک هیچ کس چیزی رو به ایشون نمیتونه تحمیل بکنه و اراده شخص ایشونه که گزینش‌ها رو به ما نشون میده. این تناقض از ابتدا تو جمهوری اسلامی بوده. بله، یادآوری هم بکنم آقای قدزاده رو اعلام کرده بودن که من خودم بزرگ کردم، میشناسم و بعدم اعدام کردم و نمونه های بسیار داشت آقای خمینی هم. اما آقای شکوری، شما به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک نویسنده، به عنوان کسی که اخبار ایران رو به دقت دنبال میکنید و دلنگران ایران و مردم ایران هستید، فکر میکنید که چه راهی رو ایران باید در ارتباط با مسئله اتمی بره که به سود ایران و مردم ایران باشه؟ یعنی مساله و منافع هر دو به هم پیوند خورده باشه، ایران و مردمانش. آقای شکوری، بله آقای چالنگ، نگاه کنید، بحث اصلا اگر واقعا ما بخوایم بگیم که این دو به هم پیوند بخورن و این حکومت الان چه راهی را باید برود، خب حکومت باید حقوق مردم ایران را در نظر بگیرد. این اشتباهاتی دیدم که تا الان گرد آقای خامنه‌ای بیاید و مسئولیتش هم به عهده بگیرد، مسائلی که از زمان آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شده تا کنون هم بوده، اینها را به عهده بگیرد و از مردم عذرخواهی کند تا انشالله که این مسائل برطرف بشه. اما بحث این هستش که ماهیت رژیم ایران این هست که ذاتاً در برابر تقابل داره با حقوق ملت ایران، اصلا منفعتش در اون است. و اینها اگر الان بخوام بیان یک همچین کاری با شما، حتی نگاه کنید همین تسلیم نامه ای را هم که اینها امضا کردن، همین سیاست دوگانه رو در پیش میگیرن، همینی که الان شما فرمودید که آقای خامنه‌ای هم میگوید که من بی‌اعتمادم به طرف مقابل، با اینکه میرود مذاکره میکند، قبل از اونم مذاکرات پنهانی بوده، و هم میگوید اما مخالف با مذاکرات نیستم. یعنی چون ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی این است که رهبری نباید که تضعیف بشود، باید همیشه یک وجهه قدسی داشته باشند، الوهیتی در ایشون باشد، و اگر اینها بخواهند بیایند جلوی مردم معذرت خواهی بکنند، اگر بخوان که اقرار بکنن، اعتراف بکنن به اشتباهاتشون، دیگه رژیم جمهوری اسلامی باقی نمیماند. واقعیت قضیه این است. بنابراین
هیچ گونه راهی نیست و جمهوری اسلامی این تسلیم نامه را البته امضا می کنند، اما به خاطر اینکه اقتدارش رو از لحاظ ایدئولوژیکی نشان بدهند و بگوید ما همچنان هستیم، این شعارهای خودش رو ادامه میده و میگوید که در این مذاکرات ما برنده شدیم، اون امریکا و غرب همه شکست خوردن، ما برنده شدیم. در داخل هم مسلم زمانی که این تسلیم نامه رو کاملا امضا بکنن نهایی بشود، یه سرکوب های شدیدی هم راه خواهند انداخت، همونجور که آقای خمینی در سال 68 این 67 این سرکوب ها رو راه انداختن وقتی که قطعنامه را پذیرفتن، وقتی از اون مواضعی که قبلا داشتن عدول کردن، کشتارهای چند هزار نفری در زندان ها به راه انداختن، اینها این حرکت ها را خواهند کرد. اما راه حل واقعا چیز، راه حل واقعا این است که این رژیم نباید بماند، این رژیم با اراده ملت ایران باید برود، بی برو برگشت، اصلاح پذیر هم نیست، این رژیم باید برود و به جایش یک رژیمی که منبعث از اراده ملت باشد باید بیاید، حقوق مدار باشد و حقوق ملت در اونجا اولویت داشته باشد بر تمامی منافع و مصالح دیگر. قبلا اشاره کرده بود آقای شکوری، آقای قاسمی اشاره به این نکته که در ظاهر چنین میگویند، حرف شما بود آقای شکوری که در پشت پرده ولی به دستپوسی هم میرن حتی. بله دقیقا همین هست. اینها در مورد مسائل این است در ارتباط با آمریکا و طرفان مذاکره هست. تفسیر شما رو در این زمینه میشنویم آقای قاسمی گرام. بنده عرض کردم ببینید مجموعه این شرایطی که ما دیدیم همیشه تناقضی رو در خودش داشته. این دستبوسی هایی که ایشون میگن بخش اعظمش مستطره، اینا وقتی بخواد علنی بشه شرایط خیلی بحرانی رو در داخل ایران به وجود میاره، چرا که بعد پاسخگو شعارهایی هم که در نماز جمعه داده میشه باشه حکومت. به همین دلیل شرایط خیلی پیچیده‌ایه که من حالا دیگه زیادم وقت نداریم با وقت محدودی که باقی مونده، من در پاسخ اون سوال خاص شما که چه شرایطی، من به هر حال فکر میکنم اگر ما بتونیم دولت ایران، ولو اینکه نماینده ملت ایران هم نیست، اصلا جدا از این بحث که این پروژه اتمی ببینید از ابتدا هم با همه پرسی مردم نبوده، با صلاح دید مردم نبوده، مردم تو هیچ بخشی تو این مسئله مشارکت نداشتن، در حالی که اصلی ترین هزینه دهنده های اون بودن، اصلا این جایگاه بحث خودش رو داره. ولی در هر حال دور شدن خطر تحریم و جنگ رو من براش ارزش قائل هستم که وضعیت مردم رو از اینی که هست بدتر نکنه، با توجه به اینکه هیچ نوع جایگزین حی و حاضری هم ما در این لحظه نداریم که بتونه بیاد و عناد قدرت رو، عذر میخوام، عنان قدرت رو از آقای خامنه ای بگیره. به طور کوتاه اگه حرفی در این زمین دارید آقای شکوری میشته. بنده عرض خاصی ندارم، فقط از شما، از مهمان گرامی شما آقای قاسمی و از بینندگان و شنوندگان عزیز تشکر میکنم. موفق باشید انشاءالله. سپاسگزار هستیم آقای شکوری گرامی، آقای قاسمی عزیز. منم از بینندگان شما تشکر میکنم، از شما و برنامه خوبی که داشتید، امیدوارم موفق باشید و آرزو سلامتی برای تمام مردم کشورم رو دارم. با سپاس از شما و به نمایندگی از بینندگان، از هر دو مهمان گرامی و نکاتی که در پایان برنامه مطرح شد، به ویژه آنچه که آقای قاسمی گفتن در مورد آینده ایران، موضوع قابل بحثی است که امیدواریم در برنامه های آینده و این موضوع به طور مفصل بپردازیم. خب در اینجا من فقط میخوام اشاره بکنم به چند تن از بینندگانی که برای ما پیام فرستادند. در آقای فریدون علوی هستند، آقای کامبیز قربانی هستند و کسان دیگری که برای ما پیام های مختلفی فرستادند، همینطور احسان هستند، آقای آذربایجانی هستند و خانم لیلا، همینطور آقای پرویز که پیام برای ما فرستادن و خانم افسانه ایرانی و بقیه دوستان. صفحه فیسبوک من، صفحه فیسبوک شما، صفحه شما عزیزان هست، پیام های خودتون و پرسش هایی که دارید و مایل هستین با میهمانان در میان بگذاریم حتما برای ما بفرستید، در میان خواهیم گذاشت. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دلهو، الوند، کوه، تفتان، زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.